به شم هشم نعصه و نسلی به نام خداوند جان و خرد برنامه امشب رو من به خاطر رفوع شلمای افراد زیر تقدیم میکنم کنم شلومو خسرو بن حویب بن استر شلومو کیوان بن میریام داوید بن یافا ابراهام هرتسل بن میریام داوید شکرولا بن تاووس میریام منیره بعد تابوس پاراشای این هفته عنوانش هست یترو یترو پدرزن موشه هست پدرزن حضرت موسی کلیم الله و کاهن میدیان هست یهودی هم نبوده و این پاراشا مهمترین مرکز سقل تورات مقدس که ده فرمان باشه اعطای ده فرمان توسط خداوند در این پاراشا آمده ولی عنوان آن یترو هست پس این علامتی است که به ما داره میگه که ما باید چند کلمه هم در مورد یترو صحبت کنیم چون همانطور که من بارها گفتم وقتی که ما تورات مقدس رو مطالعه می کنیم درس زندگی برای امروزه ماست من پاسخ اول رو خدمتتون می خوانم و خواهش می کنم دقت کنید بعد تفسیرش میکنم یترو کوهن میدیان یعنی لیدر مذهبی میدیان پدر زن موشه آنچرا که خداوند برای موشه و برای اسرائیل قومش عمل کرده بود و اینکه اسرائیل را از مصر بیرون آورده بود شنید اولین واژه ویشما هست یترو قبل از اینکه کوچکترین اقدامی بکنه کوچکترین حرفی بزنه شنید عجبا این واژه شنیدن یکی از ارکان اصلی یهودیته میدانید که ما موظفیم که روزی سه بار در واقع این شهادت است که بگیم شما اسرائیل هشم الوکینو هشم اخاد بشنو اسرائیل خداوند خالق ما خدایی است یکتا پس این شما بی اندازه در یهودیت معنا و مفهوم داره حتی از دیدن هم اهمیتش بیشتره چون در قوانین یهودیت اگر شما کسی رو کر بکنید مجازاتش به مراتب بیشتر از اینه که چشمش رو به اصلاح صدمه بیش بزنید پس شنیدن چقدر مهمه من چند کلمه ای از دیدگاه امروزی از دیدگاه جامعه شناسی میخوام در مورد این شنیدن با شما صحبت کنم امروزه در دنیا همه جا دفاع از دموکراسی است همه به دنبال دموکراسی تعریف و تمجید از دموکراسی میکنن که حتی همین چندین سال پیش هم که در مصر مرسی رئیس جمهور شده بود فکر کردند که وقتی که یک رایگیری میشه همین رایگیری نشانه دموکراسی است در صورتی که چنین چیزی نیست دموکراسی یک پروسه، یک جریان که باید هر فردی در درون خودش اون روحیه دیکتاتوری رو از دست بده دیکتاتور مباشه و بتونه دموکراسی رو درک بکنه آیا میدانید یکی از تعاریفی که از دموکراسی شده چیست یکی از تعاریف این است که دموکراسی یعنی کسی که تحمل شنیدن حرف های مخالف را داشته باشد همین این بزرگ یکی ای از بهترین تعاریف دموکراسی است یک دیکتاتور هرگز حاضر نیست بشنوه جز عقیده خودشون میگه من منم هر من میگم همینه و باید تو انجام بدی پس ببینید شنیدن چقدر مهمه یترو به همین دلیل نامش در اینجا آمده شنید اصلا یترو کجا بود چرا آمد پیش موشه همانطور که میدانید وقتی که موشه قرار شد که بیاد توسط خداوند دستور گرفت که بیاد در مصر و با فرعون صحبت بکنه زن سیپورا و دو فرزندش رو با خودش نیاورد حالا به چه دلایلی یکی از دلایل میتونه این باشه که موشه چون به مقام رسالت رسیده بود آنچنان این نبوت و رسالت پیغمبری براش مهم بود که اون روابط زناشویی رو میبایست بود بگذاره کنار و بالاخره زن و دو فرزندش رو در میدیان پیش پدرزن پیش یترو گذاشت و خودش تنها آمد تا اینکه مدت های یک سالی گذشت ده ضربه بود و باز شدن دریای صوف بود که الان موشه آمدن دارند میرن به طرف کوه سینای برای دریافت ده فرمان خب یترو برای چی دست دخترش یعنی زن موشه رو گرفته با دو تا پسراش آمده پیش موشه خب اولین کلیمش این است که داماد عزیزم زن و بچه تا کجا گذاشتی زن و بچه ها تا گذشتی رفتی مگه تو وظیفه پدری و شوهری نداری اما همانطور که در پاسخ اول میبینیم حرفی نزد ترجیح داد که اول بشنوه بعد نظر بده ای خدا اگر ما ابنای بشر همین یک درس رو بگیریم قبل از اینکه هی بخواهیم نظرمون رو تحمیل کنیم قدرت شنیدن داشته باشیم اول بشنویم باور کنید قسمت اعظم مشکلات خانوادگی و شغلی و همه چیز حتی سیاسی از بین خواهد رفت خب یترو شنید خیلی جالبه که در تورات در پاسخ بعد میگوید که همچنین دو پسر وی که نام یکی گرشم بود و نام دیگری الیزر دست سیپورا زنش رو و این دو پسر رو گرفته آورده حالا تورات مقدس سیپورا رو تکرار میکنه بعد گرشوم و الیزر را هم نامش رو میبره خب چرا نامش رو میبره اون یکی از اون فرزندانش که گرشم باشه گرشم یعنی قریبه چون که در سرزمین بیگانه قریب بودم کجا قریب بود وقتی که موشه فرار کرد رفت به میدیان و اونجا با سیپورا آشنا شد خب در اون محیط غریبه بود استرینجر بود غریب بود و نام دیگری الیزر هست که خداوند پدرم خداوند پدرم به من کمک کرد و از شمشیر پر او خلاص شدم خب کدام یک از اینها اول صورت گرفته اول نجات از دست فرعون چون فرعون دستور داده بود که اونو پیدا کنن رازش برملا شده بود و موشه از دست فرعون نجات پیدا کرد پس اول نجات پیدا میکنه بعد قریب میشه اما تورات در اینجا اول اون قریبی رو میگه در صورت که از نظر تاریخی باید اینطور نباشه اول باید دومی رو بگه یعنی میخواد نشون بده که آن چه که نزدیکتر بهش هست اون مهمتره از نظر زمانی الان اون براش مهمتره البته میدانید که در کتاب دواریم یکی از خصوصیات موشه این است که اصلا موشه خودش رو در کره زمین قریب میدانست و خودش رو متعلق به آسمان میدانست که البته استثناس و موشه چنین پایگاهی رو میتونه داشته باشه خب موضوع بعد که بی اندازه مهم هست و تورات اون رو اعلام میکنه دو چیز رو داره متذکر میشه میگه خب یه ترو خیلی چیزها رو شنید در مورد ده بشنید و و, و و و و و غیره باز شدن دریای سو و غیره اما مهمترین چیز این است که خروج از مصر و جنگ با امالق این دوتا توجه یترو رو به خودش جلب کرده بود پس این نشان میده که یترو چرا امالق رو اینجا مثال میزنه برای اینکه براش تعجب آور بود که چطور میتونه یک قومی یک تایفه مثل عمالقی وجود داشته باشه که علا رقم این همه معجزات ضربات در مصر باز شدن دریای سوف و, و, و غیره باز هم ایمان به خداوند نداشته باشه براش خیلی تعجب آور بود و به همین دلیل این رو ذکر میکنه که البته من دفعه پیش جلسه پیش گفتم که عمالق معمولا از نظر ایدئولوژیکی به کسی گفته میشه که در لحظاتی دچار شک و تردید میشه خب خیلی از کسانی که در هالوکوست دوچار اون حوادث شون بودند خیلی هاشون این حالت رو پیدا کردند و کسی هم که عزیزانشو رو از دست میده شاید در بعضی لحظات این حالت بهش دست میده که این امالق ممکن هست که در وجود هر انسانی حتی هر یهودی در یک لحظاتی پیش بیاد و اگر دقت بکنید درست اون زمانی که اسرائیل ها شک کردند به خداوند سوال کردند که آیا خداوند اینجا هست یا نیست اینجا بود که امالق حمله کردن پس از نظر ایدئولوژیکی ما میتونیم کسانی که اصولا ایمان به خداوند ندارند که متاسفانه تعدادشون هم کم نیست حتی مخصوصا دانشمندان که فکر میکنم بعد, بعد, از یک مدتی که چند تا کتاب علم و چند مدرک دکترا و اینها گرفتن دیگه باید خداشون علم باشه و متاسفانه این حالت هست من در مورد علم یک ضرب است به زبان فرانسه خیلی جالبه میگه سیانس سان کنسیانس نکوین دولم یعنی زمانی که علم خودش رو جدا از وجدان جدا از معنویات بکنه نتیجه اون جز خرابی روح چیز دیگری نخواهد بود البته من در این مورد همین امشب ممکنه بیشتر با هم صحبت کنیم وقتی رسیدیم به ده فرمان نکته جالب این است که یترو در پاسخ 11 یک جمله میگه که این پایه و اساس یهودیته میگه اکنون دانستم که خدا از تمام معبودان بزرگتر است چون که با همان روشی که مصری ها علیه بن اسرائیل اقدام کردن به همان روش خدا نابودشان کرد یعنی میدا کنگد میدا میجر پر میجر هر دستی بدی همون دست میگیری من در مورد ده ضربه این رو مفصل براتون ثابت کردم که تمام این ضربات بر همین مبنا بوده بعد اینجا یک موضوع دیگری هست و اون این که یترو نشسته همراه موشه و بزرگان البته خیلی جالبه که در این قسمت ذکری از موشه نیست مفسرین میگویند آنچنان مقام پدرزن مهم هست که موشه مشغول پذیرایی و احترام به پدرزنش بوده تا اینکه نگاه میکنه میبینه که موشه جماعت میان دونه دونه پیشش و مشکلاتشون رو در میون میگذارن البته مشکلاتشون بیشتر در مورد تقسیم طلاها و جواهرات و اینها بوده و به هر جهت میمدن پیش موشه از موشه صلاح میگرفتن دستور میگرفتن در اینجا نکته ایست بسیار جالب یترو یک ادویسی یک پندی به موشه میده و آنقدر این موضوع مهمه که میشه گفت یکی از پای سیستم قضایی یترو و بعدش موشه هست که طبق دستور یترو عمل کرد رو چه گفت گفت تو نمیتونی به تنهایی این بار رو به دوش بگیری برو گروه های دهه صده پنجاه نفره صد نفره هزار نفره تشکیل بده اینها اول برن به اون گروه ها مراجعه کنن اگر به نتیجه نرسیدن بیان پیش تو امروزه شما میدونید که ما در ایران سیستم غذاییمون یک دادگاه دیوان عالی فقط نداریم دادگاه بخش داریم دادگاه شهرستان داریم دادگاه استان داریم بعد دیوان عالی داریم در آمریکا هم همینطوره و خیلی جالب هست که ما میتونیم این موضوع رو فاندیشن سیستم قضایی بدونیم و اما نکته بسیار جالب که من برای اون بی اندازه ارزش قائلم خدمتون میگم یترو میگوید که این گروه را که صده و پنجا،, پنجا و صده و هزار را که تشکیل میدی که باید در رأسش یک لیدر باشه چهار شرط برای اینها میگذاره میگه کسی که باید در یک دادگاهی یک لیدر روحانی و معنوی باشه مثلا فرض کنید که انجمن کلیمیان تشکیل میشه شورای کنیسا تشکیل میشه دادگاه بدین تشکیل میشه چهار شرط رو پیشنهاد کردی که این چهار شرط به نظر من بی اندازه مهمه من خیلی خیلی خلاصه براتون میگم این چهار طور. یکی اینکه انشه حیل باید باشه فاضل و مدبر باشه ما میدونید که زن میگیم اشت حیل زن شایسته رو میگیم اشت حیل مرد شایسته رو میگیم انشه حیل پس شرط اول اینه که قابلیت مدیری داشته باشه مدیریت داشته باشه سونه باسد تطمیع نشه با پول وقتی پول در مقابلش میگذاری دستاش نلرزه چون یکی از بدترین کارها برای یک قاضی این است که چشم داشته مادی داشته باشه این باعث میشه که جامعه مسمحل میشه و این باید از نظر مالی تطمیع نشدنی باشه اگر هم سروتمند هست چه بهتر البته ثروت هم نداشت ولی خیلی ها هستن که پول براشون مهم نیست یکی دیگر از شرایط که به نظر من بسیار بسیار مهمه خدا ترس باشه دیره و شرط دیگر انشه امت صادق باشه درست کار باشه من در مورد ترس از خدا میخوام چند کلمه با شما صحبت کنم چون ترس از خدا مهمترین ارکان یهودیته حتی در در تهیلیم آمده در مزامیر داوود که یکی حخما هست حخما یعنی معلومات دانش و یکی هم ترس از خدا کدام یک از اینها مهمتره در مزامیر داوود دقیقا آمده میگه ترس از خدا از حخما ارجهیتش بیشتره یعنی اگر کسی تمام دانش تو را رو داره دانشمنده اما ترس از خدا درونیست نیست به هیچ وجه این شایستگی نداره مثل مانند این میمونه که شما یک مقدار کتاب رو بار یک علاق بکنید پس ترس از خدا چقدر مهمه البته من در مورد واژه ترس قبلا صحبت کردم ترس انواع و اقسام داره این ترس از خداوند ترسی است بر مبنای عشق و حرمت ما من, من برای اینکه این موضوع رو یک مقدار بشکافم یک مقدار چند کلمهای، چند دقیقه در این مورد میخوام صحبت کنم تولستوی نویسنده معروف شوروی میگوید اگر ترس از خدا وجود نداشته باشد در جامعه ای هر اتفاقی ممکن است بیفتد یکی از این اتفاقات هالوکوست بود که خودتون میدانید جالب هست وقتی که حضرت ابراهیم با سارا رفته بودند در مصر پادشاه عوی ملخ وقتی که ابراهام اون زنش رو به عنوان خواهرش معرفی کرد گفت خب این خواهرش هست خواست که با او ما گوشی بکنه که خداوند جلوش رو گرفت و آمد ابراهام رو احضار کرد گفت بگو ببینم چرا تو دروغ گفتی چرا اصلش رو نگفتی ما که داری میبینی که یه جامعه متمدنی هستیم معدب هستیم اگر هم میگفتی ما کاری نمیکردیم کردیم میدانی جوابش چه بود در شهر گرار بود گفت که من در اینجا ترس از خدا ندیدم یعنی جایی که ترس از خدا نباشه همونطور که تورستوی میگه هر اتفاقی ممکنه بیفته من یک مثال دیگری براتون میزنم و اون این که متاسفانه اگر علم و تکنولوژی پیشرفت بکنه و به موازات اون از نظر الهیت و معنویت پیشرفت نکنه چه خطراتی هست من یک روایتی هست از یکی از مردمشناسان بزرگ مالینوفسکی یک مردمشناس آنتروپولوژیست کتابی نوشته یک فصل اون رو من میخوندم خیلی جالب بود و اون این بود که یک مرد سیاهی در جنگل های آمازون رفته بود و آدم خارها او را دستگیر کردند و همونطور که میدانی در اونجا رسم بر این است که آدم خارند این آدم رو میزنند تو دیگ میپزه و میخورنش و این داشتن این اعمال رو انجام میدادند از دور یه کسی را دید یه قیافه دید به نظرش آشنا آمد یه دفعه یادش آمد گفت این همکلاسی من در دانشگاه هاروارد بوده از اونجا با صدای بلند بهش اشاره میکنه میگه من میشناسی؟ میگه بله بله میگه ما در دانشگاه با هم همکلاس بودیم تو اینجا چه کار میکنی؟ بیایی من رو نجات بده از دست اینها میدانید پاسخ اون چه بود؟ پاسخ اون این بود که من لیدر اینها شدم من رهبر اینها هستم کتابی هست این کتاب بسیار جالبه The Dance of Chinggis Khan عنوانش هم از نویسنده هم از رومنگاری رومنگاری در اینجا یک جمله گفته بسیار جالب میگه در جنگل های آمازون آدم خارها آدم میخورند اما خوب دقت کنید در دوران هالوکوست همین کار سوزاندن رو کردن منتها با پوست اونها صابون می ساختن برای نظافت و این شخص به اون دوستش گفت آخه تو چطور با این همه دانش و معلوماتی که در دانشگاه خوندی اومدی لیدر شدی گفت من غذا رو با کارد و چنگال میخورم پس ببینید اگر علم به موازات معنویات پیش نره چه خطراتی داره و اما تا اینجا مقدمه بود الان برگردیم به اصل مطلب و اون این که یترو صحبت ها شو کرد ادوایسش رو داد و ولی خب بعدش خداحافظی کرد و برگشت چون به هر جهت موتن اصلی براش مهم بود و ما پاسخ بعد من خدمتون میخوانم یه مقدار به طور خلاصه توضیح میدم در سومین ماه از بیرون آمدن فرزندان اسرائیل از سرزمین مصر در این روز اول ماه به بیابان سینای رسیدند اینا وقتی که به بیابان رسیدند همانطور که میدانید چهل و نه روز که گذشت روز پنجاهم رسیدند به پای کوه سینای که در اونجا بزرگترین واقعه تاریخ بشر و اون اینکه خداوند ظاهر بشه خودش رو به میلیون ها نفر هویدا بکنه و نه تنها فقط به اون چند میلیون نفر که پای کوه سینا بودن بلکه تمام دنیا چون در اون لحظاتی که ده فرمان داشت فرامین داشت ادامی شد کل دنیا در سکوت مطلق بود هیچ پرنده ای پرواز نمیکرد هیچ صدایی نبود چون بزرگترین حادثه بشری داره رخ میده و اون نزول ده فرمان هست خب قبل از اینکه این ده فرمان صادر بشه پاسخی هست منو پاسخ رو براتون میخونم بی اندازه مهمه موشه به حضور خداوند رفت خدا از آن کوه وی را صدا زد و گفت ببینید خداوند به موشه چه گفت و چه دستوری به او داد به او گفت به خاندان یعقوب چنین بگو و به فرزندان اسرائیل اعلام بدار دو قسمت کرده یکی خاندان یعقوب یعنی بت یعقوب و یکی هم فرزندان اسرائیل بنی اسرائیل اگر ما اینجا دقت بکنیم در این پاسخ ببینیم که به زبان عبری میگه کتومر لبیت یعقوب به بیت یعقوب که منظور زنان هست کتومر بگو این واژه کتومر واژه است معدبانه با احترام و تگید لیونه اسرائیل از واژه تگید استفاده میکنه ولی میگه به مردان از این واژه یعنی یک مقدار با حالت جدی چرا این تفاوت باید باشه و چرا زنان مقدم بر مردان هستند برای اینکه درس بزرگی است اینجا که کانون گرم خانواده تعلیمات دینی بیشتر از طریق مادر هست مدت زمانی که مادر با بچه ها هست چون پدر میره بیرون بیرون از خانه هست این مادر هست که کانون گرم خانوادگی رو حفظ میکنه و اگر ما بخواهیم که در یک خانواده ای روح معنوی و الهیت باشه نقش خانم ها بی اندازه مهمتر و مؤثرتره و اینجاست که خواستم این نکته رو خدمتون بگم بی اندازه مهمه و اما پاسخ بعد حالا اگر حتما به حرف من گوش دهید و پیمانم را رعایت کنید خداوند داره گوش زد میکنه این پاسخ بسیار بسیار مهمه اگر شما این کار رو بکنید از میان تمام قوم ها برای من نخبه تر خواهید بود یعنی شرط نخبگی ارسی نیست توارسی نیست شرطش این است که یهودی ها که اولین قوم موحد در تاریخ بشر هستند به عوامل خداوند رو توجه کنند و مراعات کنند و انجام بدن این بی اندازه مهمه چون که تمام کره زمین هم مال من است تیلی کل هاریست این هم خیلی مهمه وقتی که خداوند میگه تمام زمین مال منه از همین چند کلمه خیلی درس ها میشه گرفت اصولا مالک اصلی خداونده این امانت بهر روزی نزد ماست هر چه که ما داریم متعلق به خداونده و این جهانبینی بی اندازه جالبه خب اینجا دستورات دیگری میده خداوند و اون اینکه به جماعت بگویید که سه روز خودشون رو آماده بکنند از آمیزش خودداری بکنند از نظر روحی خودشون رو آماده بکنند به کو هم نزدیک نشوند و خب شما میدانید که به هر جهت اگر شما بار عام هم با یک شاهی داشته باشید همینطوری نیست که برید جلو و هر کاری خواستید بکنید یک محدودیت هایی هست موشه آن قوم را از اردوگاه به استقبال خداوند بیرون آورد و در پایین آن کوه ایستادند حالا پاسخ بعد رو بخوانیم که چه انقدر مهم و جالبه میگه از تمام کوه سینا میدونید که کوه سینای کوتاهترین کوه در روی کره زمین کوتاهترین کوه کوه سینایه و چرا خداوند اون کوه رو انتخاب کرد برای اینکه هومیلیتی و تواضع رو نشون بده حالا سوال هست که خب چرا رو خود زمین نبود منظور این است که نه اینکه که صد در صد متواضع باشه بعضی مواقع انسان لازم هست که از نظر روحی از نظر الهی ارزش خودش رو بدونه از تمامی کوه سینای دود بیرون می آمد. و چرا دود بود برای اینکه خدا با آتش بران نازل گشت خیلی جالبه این واژه آتش هم تورا به آتش تشبیه شده و خداوند هم در میان آتش چرا آتش همانطور که میدانید ما در شمه اسرائیل که هر روز سه بار میخوانیم میگیم و خداوند را با تمام قلبت با تمام جانت با تمام توانت دوست داشته باش و خداوند رو به خل کامو به خل خواه و نفشه خواه این دوست داشتن من از شما سوال میکنم اگر ما بخواهیم عشق بین یک زن و مرد رو تمثیلی بزنیم شعرا در اشعارشون وقتی بخوان اینو نشون بدن این عشق رو به چی تشبیه میکنن؟ عشق آتشین عشق سوزان یعنی این عشق باید این اشتیاق و این عشق آنچنان باید باشه که مثل آتش باشه یعنی پر اشتیاق نه اینکه ظاهری باشه باید با تمام وجود باشه که شعرا هم از این اصطلاح استفاده میکنند تا اینکه یعنی من این پاسخ هم میخونم بعد با اجازهتون برمیگردیم به اصل مطلب و اون نزول ده فرمانه خداوند آن قوم برای بالا آمدن به سوی خدا از حد خود تجاوز نکنند در یک حدی باید باشه مبادا آنها را منهدم نماید موشه نزد آن قوم فرود آمد و به آنها گفت خداوند صحبت کرده تمام این سخنان رو گفت از اینجا به بعد ده فرمان هست من در مورد ده فرمان یادم میاد در اید شاووت یعنی زمن متن تورا زمانی که تورا داده میشه که ما یکی از اید ایدهای ما میگیم اید شاووت من سال گذشته به مدت سه ساعت در مورد ده فرمان صحبت کردم اگر خواستید به من بگید من میتونم براتون فوروارد کنم یا شاید در زمان تا چند هفته دیگر که ایده پیسه و شاووت میرسه من اون رو برای همه در فیسبوک خواهم گذاشت و اما من در این امشب به طور خلاصه اصل مطلب رو خدمتتون بیان میکنم چون این ده فرمان شالوده تمام تورات مقدسه و همانطور که میدانید این ده فرمان حتی در دادگاه های آمریکا هم در دانشکده حقوق شما می بینید که ده فرمان هست و پایه و اساس تمام قوانین مدنی در ده فرمان هست البته لازم به تذکر هست که اگر بعضی از این فرامین در سایر جوامع هم هست مثل قتل مکن دزدی مکن زنا مکن دروغ مگو و و غیره ده فرمانی که در تورات مقدس آمده پایه و اساس اون با اونها به کلی متفاوته یک شرایط خاصی داره که من سعی میکنم امشب یک مقدار در اون مورد صحبت کنم اولین پاسخ من خدا خداوند تو هم که تو را از سرزمین مصر از خانه بندگی بیرون آوردم تمام ده فرمان اصل ریشش همین پاسخه من ناچارم یه چند کلمه در این مورد صحبت بکنم اول میگه آنوخی من آنوخی هشم یوتخه وافخه الوکه خا. نمیگه الوکه نو من خدای تو تمام اون میلیون ها نفری که پای کوه سینای بودن جمع نمیبره برای هر کدامشون به طور مفرد داره به کار میبره این خودش یک دنیا معنا و مفهوم داره که تو را از سرزمین مصر از سرزمین بردگی نجات دادم خب متاسفانه وقتی تورات رو مطالعه می کنیم، اگر خوب دقت نکنیم تفسیرهایی می کنیم که غلط عذاب در میاد و گمراه میشیم متاسفانه کاتولیک ها این اشتباه بزرگ رو انجام دادند. و اونها آمدن گفتند که چون اسارت در مصر تنها اختصاص به یهودی ها داره پس ارتباطی به ما نداره آمدن این قسمت رو این اول رو با دوم یکی کردن این قسمت رو حذف کردن و فرمان اول و دوم رو یکی کردن بعد فرمان دهم ده رو هم دوتا کردن ببینید اگر ما خوب درک نکنیم میبینیم که چه مشکلاتی هست اولا من برای ده فرمان معتقدم که یک اصل رو باید ما در نظر بگیریم وقتی میخواهیم تفسیرش بکنیم مثلا شهادت دروغ مده نام خداوند رو بیهوده بر زبان جاری مکن و و و غیره که همه میدانید ده فرمان رو باید ما ده فرمان رو البته بهتره که بگیم ده احکام و این ده احکام پنج مقوله است ده مقوله هم نیست چون دو لوحه اگر ده مقوله بود یک لوح بیشتر لازم نبود و چون دو لوح است پس ما میگوییم که فرمان اول با فرمان ششم یکیست پس این میشه پنج مقوله که البته بعدا من در این مورد توضیح خواهم داد باید طوری ما تفسیر بکنیم که در همه زمانها و در همه مکانها قابل پیاده شدن باشه نه اینکه فقط در یک زمان خاصی اگر ما بیاییم خروج از مصر و نجات و رهایی از مصر رو فقط موکول کنیم به مصر اون زمان این خاصیت خودش رو از دست میده چون الان میگه اون مصر به اون صورت نیست و یهودی ها هم در مصر اسیر نیستن پس ببینید وقتی که ما میخواهیم تفسیر بکنیم چقدر باید حساس و دقیق باشیم به قدر این ده فرمان حساسه که باور کنید برای هر کدامش یعنی دو تاش اولی و ششمی یه جلسه باید اختصاص دادیم به اون فقط در اون مورد صحبت کنیم که البته فرصتش نیست اینجا واژه آنوخی هست آنوخی ما در زبان عبری دو کلمه داریم که من رو نشون میده یکی انی یکی آنوخی انی یعنی من ولی آنوخی یک معنای وسیعی تری داره ژرفتری داره آنوخی میگن آن نفشی که تیوتی خوید اون چهار حرفش رو یعنی ترجمهش میشه که من کسی هستم که نامه رسمی پیمان رسمی پاش را دارم امضا میکنم در مقابل شما داریم پیمان میبندیم یعنی پیمانی است بین خداوند و یهودی های اون زمان که تنها قوم موحد بودند پس این یک پیمان است بین خداوند و اون چند میلیون نفر و همه چند دقیقه پیش بود که گفتیم شرط این که این قوم قوم نخبه باشه قوم برگزیده باشه شرطش این است که این مندرجات قرار داد و پیمان رو انجام بدیم بی اندازه مهمه اگر انجام ندیم اون شرایط رو نداریم حالا باید ببینیم ما چه فرامینی هست این فرامین کدامش از همه مهمتره و ده فرمان میدانید که ما 613 فرمان داریم که در تورات مقدس آمده که هفت فرمان هم حخامی و مفسرین اضافه کردند ولی 613 جنبه تورایی داره 613 رو اگر دقت کنی 6 و 1 و 3 میشه 10 یعنی تمام مندرجات تورات ریشش از همین ده فرمان هست هر چه که در تورات مقدس هست پس چقدر این ده فرمان اهمیت داره خب حالا سوال است منظور از خداوند من چیست که رهایی از مصر رو انتخاب کرده همونطور که قبلا گفته که کلی کلهار تمام زمین متعلق به من هست میتونسته بگه من خدای تو هم خدایی که تمام زمین و کائنات و زمین و آسمان ها رو آفرید اما اینو نمیگه آمده یک مسئله خصوصی رو داره مطرح میکنه یعنی در واقع پیامش این است که درسته که خداوند لا یزال هست اما کنترل میکنه تمام اعمال زمینی رو تحت نظر داره طوری نیست که همه رو فراموش کنه و بگذار کنار که خیلی ها معتقدند که خداوند زمان زمانی که خلق کرد دیگه رفت کنار نه ما معتقدیم که به هیچ وجه چنین چیزی نیست ناظر هست و در مزامیر داوود آمده که ما باید همواره خدا رو در مقابل خودمون قرار بدیم یکی از مهمترین شرایط هست هر کاری که میکنیم هر جایی که میریم هر عملی که انجام میدیم فکر نکنیم که مخفیه همیشه باید فکر کنیم که خداوند ناظر بر اعمال ماست و اما این کلمه مصر من در عید فطیر موعد پسح این رو مفصل صحبت کردم الان خیلی خلاصه براتون بگم این میسرعیم منظورش کشور فیزیکی مثل در اون زمان نیست بله از یک جهت بله ولی به طور کلی تره ما وقتی که میخواهیم خداوند رو تجلیل کنیم حلل بخانیم حللویا بگیم مده بگیم خداوند رو میگیم مین همه سر غاراتی یا از همه سر میاد همه سر یعنی محدودیت یعنی تنگنا یعنی بشر محدودیت داره بعضی مواقع دچار تنگنا میشه افق دیدش محدود میشه یک قمار باز نمیتونه افق دیدش رو باز بکنه یک معتاد همینطور فرعون همینطور اون کسانی که منم منم میزنند اینها هم همینطور فرعون زمان هم همینطور میگه که بشر داره به خداوند میگه من از یک راه باریکی فریاد میزنم و خداوند راه اگر ما واقعا ایمان و توکل به خداوند داشته باشیم افق دیدمون باز میشه و از اون تنگنا میاییم بیرون این البته خیلی خلاصه بود که در این مورد من صحبت کردم و اما اگر دقت بکنید من چند نکته مشخصه ده فرمان رو خدمتون میگم بی اندازه مهمه دو لوح هست پنج تا طرف راست پنج طرف چپ چرا؟ و جالب هست که در لوح اول در پنج تا اول ارتباط انسان با خداونده و بدانید که فرمان اول این فرمان اول رو اگر شما دقت بکنید اصولا نشانه ایمان تفکر انسان هست یعنی اولین شرط یک یهودی که میخواد عوامه خداوند رو انجام بده ایمان به او هست پس ایمان جمعه تفکر و اندیشه داره من این ده فرمان رو همانطور که میدانید ما سه عامل هست یکی پنداره یکی گفتاره یکی کرداره که حتی میگم زرتشتی ها هم میگن گفتار نیک پندار نیک کردار نیک که البته این ده فرمان هم بر مبنای همین سه اصله پندار یعنی اندیشه فرمان اول جنبه تفکر داره ایمان درونی است تفکرش درونی است شخصی است و جالب هست که فرمان دهم هم, هم همینطور فرمان دهم ده هم میگه حسد مورز حسود مباش حسود مباش رو کدام قانونی کدام قاضی کدام حاکم دیکتاتوری میتونه تحمیل بکنه این حسد مباش در درونه و قابل اندازه نیست هیچ دادگاهی نمیتونه اینو اندازه بگیره و مجازات بکنه حالا قتل و دزدی و اینها بله ولی حسد مباش نه پس ببینید فرمان اول و فرمان آخر جنبه تفکر داره اینجاست که ما وقتی که ده فرمان رو میخوایم بررسی کنیم باید از دیدگاه تورات مقدس در نظر بگیریم یعنی اگر بر مبنای ترس و ایمان به خداوند نباشه قابل اجرا چیه نیست همانطور که ممکن هست شما ایمان به خداوند هم داشته باشید اما قتل هم بکنید آیسیس مگه, مگه نیست به نام خداوند قتل می کنند پس ببینید چقدر مسئله حساس و قابل بحثه فرمان اول و فرمان دوم که میگوید تو را معبود دیگری مباشد و همانطور که گفتیم فرمان اول با فرمان ششم قتل مکان یک مفهوم داره یعنی اگر شما به خداوند ایمان کامل داشتید ترس از او داشتید ترس نه به خاطر مجازات شدن. ترس به خاطر عشق مفرد یک مردی که عاشق معشوقش هست می از اینکه مبادا کاری بکنه که او دلخور بشه این ترسش ترس از روی عشقه و کسی که به یک چنین مرحله ای برسه و ما میدانید که پایه و اساس یهودیت همین است که انسان دو بودی است انسان شبیه خداوند آفریده شده ذره از وجود و نور خداوند در درون شخص هست آیا شما قتل خواهید کرد؟ قتل بکنه یعنی خداوند رو یعنی فرمان اول رو انجام ندادی پس ببینید چقدر اینها با هم ارتباط داره اما من یه توضیح مختصر اینجا میدم در مورد قتل کردن یکی قتل کردن هست یکی کشتن هست باور کنید اگر بخواهیم در مورد قتل کردن صحبت کنیم یه جلسه باید بهش بخ... اختصاص بدیم آیا سخت جنین قتله؟ آیا خجالت دادن کسی در ملعه عام قتله؟ ما متاسفانه قتل رو فقط با این میدونیم که شما یک چاقو یا یه هفتری داشته باشید کسی رو بکشید یا, سر... یا سرش رو ببرید همین این میشه قتل خیر چنین نیست خجالت دادن کسی در ملعه عام هم قتله شفیخت دامیمه خونش ریختید پس ارتباط فرمان اول با فرمان ششم دوم تو را معبود دیگری مباشد پس گفتیم که فرمان اول جنبه تفکر داره پنداره فرمان دوم هم پنداره جنبه اندیشه داره که در ذهن خودت مبادا بت پرستی بکنی بت پرست یعنی چی کسی که به خداوند پیمان بسته یعنی این پیمان رو تشبیه کردن به پیمان, پی، پیمان ازدواج مثل اینکه یک زن و شوهری با هم ازدواج کردند خداوند با یهودی های اون زمان پیوند ازدواج هست و باید این محترم شمرده بشه خیانت بش نشه جالب هست که فرمان هفتم زنا کردن هست زنا هم در واقع همین مفهوم داره پس میبینید چقدر ارتباط اینها با هم نزدیکه من اینجا در مورد بتپرستی میخوام یه چند کلمه فقط صحبت کنم گفتم هر کدام اینها به قدری حساس است که یک جلسه جداگانه باید در موردش بحث بشه بت پرستی یعنی چی تا اونجایی که ما میدانیم بت یعنی اینکه یک بت چوبی تو خونه آدم داشته باشه مجسمه بودای مثلا تو منزلش باشه یا چیزی باشه و ایمانش به اون باشه من همین چند دقیقه پیش برای شما گفتم که ما فرامین این ده فرمان و این ده احکام رو طوری باید تفسیر کنیم که 24 ساعت زندگی ما رو در بر بگیره من از شما سوال میکنم امروزه چه عاملی هست که دائما در مغز ما خطور میکنه و مخصوصا برای جوون ها چه عاملی هست که یک لحظه نمیتونن از اون جدا بشن چیه این دوتا پول مادیات دلار دلار که پیش بیاد گویی همه چیز فراموش میشه آیا این بوت نیست این گوشی های تلفنی که الان هست اینطور که من شنیدم در زمان خواب هم بعضی جوان ها اینها رو تو تخت خوابشون نگاه دارن 24 ساعت یک لحظه حاضر نیستن از اون جدا بشن من مثالی براتون میزنم یکی از نویسندگان معتبر امروزی اریک فرام کتابی نوشته همانند خدایان شوید. یکی از جملاتش این است که واقعا این جمله من عینا چرا که او داره میگه پیش بینی کرده چند دهه پیش این رو نوشته. کلمات، و ماشین میتوانند بت شوند عجب پیشبینی جالبی مگه الان نشده من یک بار هم گفتم من کتابی در حدود چهل خورده سال پیش کتابی ترجمه کردم یکی از فصولش این است که پیشرفت ماشینیسم و تکنولوژی که امروزه مظهرش کامپیوتر هست باعث از محلال و نابودی بشر خواهد شد این رو من نمیگم یکی از بزرگترین فلاسفه آمریکا میگه دنیس مونفور این جمله رو گفته که اگر ما از ماشین و تکنولوژی بدون دخالت جنبه های معنوی و روحانیت استفاده کنیم چه خطراتی داره و اما نکته بسیار مهم فرمان سوم میگوید نام مرا بیهوده بر زبان جاری مکن خب اگر دقت کرده باشید فرمان اول و دوم اول شخص میگه من هستم خدای تو معبود دیگری جز من نباشد یعنی داره مخاطبش خدا هست با جماعت اما فرمان سوم میشه سوم شخص بسیار جالبه و اون این است که آنچنان سخنانی که از جانب خداوند آمده این صدای بسیار بسیار شدید آنچنان شدید بود که گوش میلیون ها نفر رو قادر به شنیدن اون نبود شما میدونید که صدای مافوق صوت که بیاد هواپیمای مافق صوت که بیاد شیشه ها شکسته میشه و این گوش نمیتونه تحمل کنه اینجا بود که از فرمان سوم خداوند به موشه میگفت و از دهان موشه آمد بیرون نام مرا بیهوده بر زبان جاری مکن خب اینجا اگر دقت کرده باشید از حالت اندیشه میاد بیرون میشه چی؟ میشه گفتار پندار گفتار نیک بر زبان جاری مکن من چند مثال براتون میزنم متاسفانه یک فروشنده وقتی که میخواد طرف مقابل رو مجاب بکنه که این جنس رو بخره ناخداگاه قسم میخوره به خدا که من این رو دارم تقریبا به قیمت خرید بهت میدم حالا فرمانی که بعد از این آمده در لوح دوم دزدی مکنه یعنی شما آمدید از نام خداوند داری استفاده میکنی برای منافع بیزنسی خودت و متاسفانه این واژه خداوند حتی در خانواده ها هم بدون اینکه متوجه باشن از دهانشون میاد بیرون یک مادری که نسبت به بچش عصبانیه میگه خدا خدا حسب, حسب شالوم ذلیلت کنه خدا حسب شالوم مرگت بده نه این ما نباید از خداوند مایه بگذاریم البته من در این مورد نوارش هست تقریبا نیم ساعت فقط در این مورد صحبت کردم وقتی که شما به نام خداوند بیهوده زبان بر زبان جاری میکنید بعدش میخواهید که رو حرف خودتون بیستید وقتی که میخواید رو حرف خودتون بیستید میخواید تحمل کنید یک نوع حالت دیکتاتوری میشه میخواید ثابت بکنید که حق با شماست و اینجاست که این حالت دیکتاتوری هم نوعی بتپرستی است چون اگر شما بخواهید فرض کنید که امروزه که الان متاسفانه در همه خانواده ها الان دو قطبی شده جامعه دموکرات و جمهوری خواه پدر و فرزند برادر و خواهر با هم اختلافشون میشه و این میخواد حرف خودش رو به کرسی بشونه اونم میخواد حرف خودش رو به کرسی بشونه هر دوی اینها اشتباه است اگر ما این فرمان رو در نظر داشته باشیم فقط خداوند هست که حق با اوست هیچ بشری نمیتونه بگه صد درصد حق با منه اگر اینطور باشه این نشانه این است که از معنویات و روحانیت به دوره البته من خیلی خلاصه دارم اینجا صحبت میکنم بعد فرمان چهارم هست اینکه یک روز در هفته روز شبات روز شنبه باید استراحت کرد یعنی در واقع این استراحت که معنا نداره منظورم استراحت نیست یعنی بشر باید شش روز کار کنه یک روز رو اختصاص بده به روحانیت به خداوند اون روز مال خودش نیست و در مورد شبات و احترام شبات باور کنید یک جلسه تمام باید صحبت بشه و همین اریک فروم کتابی نوشته به زبان فارسی هم گویا ترجمه شده همانند خدایان شوید و تمام کارهایی که در روز شبات در روز شنبه موظف نیستیم که انجام بدیم رو آقای اریک فروم از دیدگاه علمی و روانشناسی ثابت کرده و اما ببینیم فرمان مقابلش چیه فرمان مقابلش اگر دقت کرده باشید شهادت دروغ مده این شهادت دروغ مده من میخوام چند کلمه ای در موردش صحبت کنم در شهادت دادن در زبان عبری دو تا هست یکی لو تایید یکی لو تعنه حالا ما ببینیم که تفاوت اینها چیست یکی از اینها که شهادت در دادگاه هست اگر ما بیاییم این فرمان نهم رو فقط شهادت در دادگاه که البته خیلی هم مهمه مهمترین چیز این است که در دادگاه رفتید نباید شهادت دروغ بدید این میدونید که در آمریکا هم بیاندازه مهمه abstraction of جاستس هست و بیاندازه مهمه اگر ما بیاییم فقط این رو در نظر بگیریم یعنی چی؟ آمدیم و یک کسی اصلا در تمام طول زندگیش یک بار دو بار به دادگاه احضار نشد برای شهادت پس دیگه این فرمان قابل اجرا نیست؟ ما گفتیم که یکی از شرایط این است که این فرمان ها طوری باید تفسیر بشه که 24 ساعت زندگی انسان رو در بر بگیره حتی در خواب چون میدونید که ما در خواب اون چیزهایی که در روز فکر ما رو به خودش مشغول کرده رو در خواب میبینیم و حالا پس این شهادت دروغ مده چیست؟ آمدند حخامیم و مفسرین بین این دو واژه میگن این واجهی که در تورات آمده لطعنه منظور اگر ریشه اصلیش رو در نظر بگیرید یعنی تکرار کردن یعنی بازگو کردن متاسفانه از نظر روانی ما وقتی یک چیزی رو میشنویم ناگهان تحریک میشیم که یک کلاک چر کلاک کنی به دیگری بگیم راستی نشنیدی؟ فلان کسی اینجنو گفت فلان کسی اینو گفت بابا جون من این فرمان داره بهت میگه تکرار مکن بازگو مکن این است منظور اصلی این فرمان که متأسفانه شما اگر مجلات رو برنامه های تلویزیون رو نگاه کنید همه اینا گاسیپه حتی به دروغ فیک نیوز با جون من چیزی را که شنیدی بازگو مکن یک کلاق و معمولا هم یک کلاق چل کلاق میشه و اینجاست که اگر ما بخواهیم این فرمان رو پیاده بکنیم ببینید که چقدر حساسه و اما فرمان بعد احترام پدر و مادر را کبد ات ات خیلی جالبه در مورد خداوند نگیم و آهفتا خداوند را دوست داشته باش حتی در مورد قریب هم میگیم و آهفت قریب و غریبه رو و بیگانه رو هم دوست داشته باش اما در مورد پدر و مادر واژه و هفتا به کار برده نمیشه میگیم کبد اتآویخا و اتئیمخا خیلی جالبه کبد رو اگر بررسی بکنیم معناش یعنی سنگینی موقر شما وقتی که میخواهی به یک کسی نصیحت بکنی که در یه جلسه به بچهتون یه جلسه مهمی هست بهش میگید سنگین باش سنگین و موقر بشین این سنگینی یعنی اینکه حرمت داشته باش مواظب باش مسئله خیلی مهمه مسئله پدر و مادر در لوح اول آمده در لوحی که ارتباط را... را... انسان با خداوند هست لوح دوم ارتباط انسان با انسان ها هست حالا چرا پدر و مادر هم به هر جهت جزء انسان ها هستن ولی آنقدر مهمه پدر و مادر که حتی اگر خدای ناکرده هم یک چیز بدی از پدر و مادر دیدی باز باید حرمت داشته باشی اینجاست که باور کنید در مورد همین احترام پدر و مادر یک جلسه تمام باید صحبت کرد و پس ما در سو، لوح اول دیدیم که فرمان اول و دوم جنبه پنداری داره جنبه اندیشیدن داره فرمان سوم جنبه گفتاری داره چهارم و پنجم جنبه عملی داره عملش این است که یک فرزند نباید جای پدر و مادرش بنشینه باید اونها رو به نام تو در جمع تو بهشون نگه در مقابل جمع در مقابل اونها مخالفت نکنه که البته اگر بخواهیم در این مورد صحبت بکنیم به درازا می انجامه و اما فرمان آخر حسد مورز اینجاست که این حسد مورد حالا اگر دقت بکنیم در لوح دوم فرمان قتل مکن زنا مکن جنبه عملی کردار،, کردار هست جنبه عملی داره بعدش حالت شهادت دادن حالت گفتاری داره ولی فرمان آخر جنبه پنداری داره اینجاست که اگر ما بیاییم بگوییم که حالا خوب دقت کنید فرمان لوح اول 146 کلم است لوح دوم 26 کلم است آیا اهمیت لوح دوم کمتر از لوح اوله برای اینکه 26 کلمه بیشتر نیست خیر چنین چیزی نیست اگر شما دقت کنید با کامپیوتر آشنایی داشته باشید هر دوی اینها مساحتشون یکیست همون فضایی را که لوح اول داره لوح دوم داره ولی قتل مکان رو میتونه شما بزرگ بنویسید تا در مقابل اون باشه حالا اینکه این مهمتره یا اون مهمتره اینجاست که مسئله مهم هست و اون این که باید بین اینها هماهنگی باشه یعنی اگر یکی بیاد بگه من انسان خوبیم من دزدی نمی کنم من خوشقلبم حسد هم نمی ورزم. اما لوح اول رو انجام نده کافی نیست و برعکس اون کسی که لوح اول رو انجام بده بگه من اصل رابطم با خدا با خداوند هست من رابطم با خداوند خوبه ولی رابطش با انسانها رو ایگنور بکنه بزرگترین حخامیم و مفسرین معتقدند که اگر چنین عملی انجام بشه از نظر روانی و جامعه شناختی تبدیل به یک اکسترمیست میشه که به راحتی میتونه مخالف خودش رو به قتل برسونه تفاوتی نیست و همین طور هم قسمت دوم میگه من یه دموکراتم من خوش قلبم من بعد یه کسی رو نمیخوام همین کافیه خیر هر دوی اینها باید به موازات باشه اگر یکی از اینها ایگنور بشه اون شرط واقعی رو نخواهد داشت این مسئله بی اندازه اهمیت داره بی اندازه مهمه که حتی خیلی ها معتقدند که روابط بین انسان ها شاید اهمیتش از لوح اول هم بیشتر باشه ولی به هر جهت بین اینها باید یک هماهنگی باشه و این هماهنگی بی اندازه مهمه اگر اون پنج فرمان دوم اهمیتش کم بود یک لوحه بیشتر نبود اون پنج هم که 26 کلمه بیشتر نبود میتونست یک لوح باشه ده تا ولی چنین چیزی نیست پس این نشان میده که یک درس بزرگ اینجا هست و من اینجا میخوام با اجازه شما آخرین پاسخ را هم خدمتتون بخوانم به طور خیلی خلاصه دستوری است که بسیار جالبه میگه وقتی که شما میشکان رو میسازید و این کوهن بزرگ کاهن بزرگ کوهن از پله ها میره بالا خب در اون زمان هم یک مقدار از بدنش دیده میشه پاسخی هست آخرین پاسخ رو میخونم خدمتون به وسیله پلکان بر قربانگاه من بالا نرو تا شرمگاه تو بر آن ظاهر نگردد فرمان هست چقدر مهم این فرمان میگه به صورت پلکان نباید باشه خب داره به صورت ظاهر میگه ممکنه که پله که باشه شما اون قسمت های از بدن دیده میشه اما بزرگترین مفسر توراک راشی باشه خیلی قشنگ آمده این رو تفسیر کرده میگه اگر شما پلکان ساختی به پله ها بی حرمتی کردی بی احترامی به پله ها کردی چون به خاطر این پله ها هست که اون شرمگاه دیده میشه یعنی بی احترامی به پله ها کردی حالا راشی نتیجه میگیره میگه این پلکانی که جماد هست احساس نداره از کجا میفهمه که این بی احترامی به او هست ولی باز هم این رو بی احترامی میدانه همانطور که موشه در مورد رود نیل رودخانه نیل خودش رو کنار کشید و برادرش رفت خالت کرد چرا برای اینکه سپاس بگذاره در مورد رودخانه وقتی که رودخانه ای که حس نداره باید سپاس گذاره اون بود نباید ناسپاسی کرد تا چه رسد به انسان دیگری که ذره از نور خدا در وجود او هست یعنی وقتی که شما احترام و حرمت برای انسانهای دیگر قائل شدید در واقع مثل این است که به خداوند احترام قائل شدید و علت این که فرمان پدر و مادر هم جزء لوح اول هست این است که ما معتقد هستیم که پدر و مادر از نظر زیستی بچه رو به دنیا میارن ولی خداوند ذره از وجود خودش رو در اون بچه میگذاره و در واقع شریک هستن وقتی که شما احترام پدر و مادر رو داشته باشه یعنی احترام به خداوند رو داریم من اینجا یک نکته ای رو میخوام خدمتتون بگم مثالی میزنم یک پدری پنج فرزند داره و دو حالت هست یکی اینکه اون پنج فرزند نسبت به هم کینه دارند اما نسبت به پدرشون احترام قائلند حالت دوم برعکسه این فرزندان با هم یکی هستند اتحاد دارند ولی نسبت به پدرشون به اون اندازه نه یک پدر واقعی کدام رو ترجیح میده یک پدری که واقعا فرزندانش رو اصلا هر پدری فرزندانش رو دوست داده ترجیح میده فرزندان با هم خوب باشن با من هم نبودید مهمتر اینه که با هم خوب باشید پس خداوند میخواد که ما انسان ها با هم روابط ما خوب باشه و برای حسن ختام وقتی که این ده فرمان داده شد قوانین داده میشه که پاراشای آینده عنوانش هست میشپاتیم. یعنی قوانین میدانید بعد از ده احکام که فرمان خداوند هست چه فرمانی چه موضوعی داره مطرح میشه میگه هرگاه غلام ابری خریدی. نظام بردهداری رو داره صحبت میکنه تورات مقدس متاسفانه یکی از ایراداتی که گرفته میشه این است که اصلا چرا در تورات باید نظام بردهداری مطرح بشه و بحث بشه آیا بردهداری چیز خوبی است آیا بهتر نیست نبود که اصلا این مسئله مطرح نشه و نظام بردهداری به کلی مطرود بشه خب این سوالی است که میشه من پاسخش رو هفته آینده به شما خواهم داد خواهش میکنم هفته آینده به دقت گوش بخونید تورات رو قبلا مطالعه بکنید من هفته آینده مفصل در این مورد صحبت خواهم کرد با شما و مخصوصا در ارتباط با دنیای امروز که اگر از دیدگاه جامعه شناسی و اخلاقی بخوایم در نظر بگیریم یکی از ارکان جوامع فعلی نظام بردهداری مدرن هست که من با دلایل، با شواهد هفته آینده در این مورد مفصلتر با شما صحبت خواهم کرد کولهم هم به روخیم همه رو به خدای بزرگ می سپارم همینجا من خاتمه میدم به سخنانم و در اختیار شما هستم اگر سوالی هست با کمال میل من آماده پاسخگویی هستم اونهایی که از طریق فیسبوک گوش میکنن میتونن تایپ کنن هم فارسی و هم انگلیسی هر دوش برای من اوکیه اونهایی که از طریق زوم با من ارتباط دارن اونها میتونن شفاهن با من صحبت کنن خودشون میدونن که خودشون رو به اصطلاح اصالت موت در بیاورن انموت بکنن خودشون رو و صداشون رو من میشنوم و من در خدمتتون هستم طول هم تیه و بروخیم همه رو به خدای بزرگ میسپارم آماده پاسخگویی هستم بفرمایید من اینجا میبینم که در فیسبوک آنچه که نوشته شده تعریف و تمجید هست سوال نیست میگه عالی بود مرسی متشکرم ولی هم من اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم اگر سوالی هست بفرمایید جناب آقای هستم بله بله, بله بفرمایید با کمال میل که خداوند داره ده فرمان رو به حضرت موسا نمیدونم من اشتباه فهمیدم یا شما فرمودین که همه دنیا میتونستن حتی پرندگان خدا رو ببینن یا اینکه که بشنون نه اجازه بدیم من یه مقدار توضیح بدم در مورد شنیدن فقط اونهایی که پای کوه سینای بودند هست ولی دنیا آنچنان عظمتی داشت که تمام حتی پرنده ها هم از حرکت ایستادن سکوت مطلق در کل دنیا بود ولی فقط اونهایی که پای کوه سینای بودن میشنیدن و در مورد این شنیدن بسیار جالب هست اگر دقت کرده باشید در تورات گفته میشه که صداها رو شنیدند و دیدند آها. دیدن هم هست چی بوده؟ دیدن, دیدن شاید چند جور میشه این رو گفت شاید در آسمان هم نوشته میشد الان هم شما میدونید هواپیما ها در آسمان میتونند یک چیزایی رو بنویسن در آسمان نشون بدن ولی یکی دیگر از تفسیرهایی که میشه این است که اون کسانی که در پای کوه سینای بودن حتی نابیناها هم در اون لحظات قدرت بینایی پیدا کردند oh, yeah. اونهایی که کر بودن هم قدرت شنوایی پیدا کردند. Yeah. و این صدا آنچنان زیاد بود و وسیع بود که از طریق موشه داده شد ولی خداوند کمک کرد به موشه چرا برای اینکه یارای شنیدن رو نداشتند بسیار بسیار شدید بود این, این صدا و اینجا بود که از فرمان سوم به بعد رو از دهان موشه میاد بیرون احکام مرسی. خواهش میکنم که اگر اون پدری که راضیه بچه بهش احترام ندارن ولی برادرها با هم خوب باشن واقعا که اون پدری که این کار را انجام میده پدر واقعی ولی برای که بعد از اینکه خدای نکرده هر پدری اولان بره باید خیالش راحت باشه که تموم بچه با هم خوب هستن کاملا درست میفرمایید می اون حالت تان ایدئاله تان بله اینطور باید باشه ولی ولی پدر آنچنان رو این روحیه پدری فداکاری رو نشون میده که دلش میخواد وقتی که میبینه بچه ها با هم خوب نیستن ناراحته در درون خودش ترجیح میده البته ایدئال نیست ترجیح میده که این بچه ها با هم خوب باشن بهتره ولی ایدئال بله ایدئال این است که بچه ها چون میدانید که احترام پدر و مادر فقط در زمانی که در قید حیات هستند نیست بعد از فوت هم این ادامه داره اون قدریش زدن اون هم که به اصطلاح اون میراث پدر و مادر رو ادامه بدن راه اون رو ادامه بدن این هم یکی از وظائف فرزندان هست اگر دقت کرده باشید شما یکی حادثه طوفان نوح هست یکی هم حادثه برج بابل در برج بابل اگر دقت بکنید با هم خوب بودند فقط میخواستن برجی بسازن بیان به طرف خداوند ولی خداوند اونها رو نابود نکرد اما در مورد طوفان نوح با هم بد بودند خداوند از اینکه ابناع بشرش با هم بد باشند بی اندازه ناراحت میشه یعنی اگر ما خدا رو دوست داریم میخواهیم مورد محبت اون قرار بگیریم اگر بین خودمون اهوا داشته باشیم همانطور که میدانید ویرانی بیت, بیت مقدس اول و بیت همیقداش اول و دوم چی بود؟ بیت همیقداش اول در مورد ارتباط با خداوند بود ولی در واقع بعد از هفتاد سال ساخته شد اما بیت همیقداش دوم در رابطه با سینت اینام هست اون کینه و اداوتی که بین انسان ها هست که این بی اندازه مهمه و ما اگر خدا رو دوست داریم باید سعی بکنیم که احوا داشته باشیم کینه به دیگری نداشته باشیم هر نوع کینه داریم رو بگذاریم کنار و این اهوا هست که حتی ظهور ماشیه و ساختن بی‌تمیقndash سوم رو میسر خواهد کرد حالا اگر قانع شدید اگر نه باز من حاضرم توضیح بدم من یه ساعت دیگه الان برام پیش اومد اون پدری که باعث بشه که بین فرزنداش اختلاف پیش بیاد اون اون در چه صورتیه ببینید من یک چیزی میخوام خدمتتون بگم و اون داستان هایی که در تورات هست مثلا ازدواج با دو زن آیا در یهودیت هست یا نیست تبعیض بین فرزندان در لباس داستان و واقعه حضرت یعقوب این دو نشون داده میشه چون حضرت یعقوب بین فرزندانش تبعیض قائل شد این همه مشکلات بود باید. که یوسف 20 20 خورده 20 سال تمام متجاوز از 20 سال تمام فراغ اون رو کشید یعنی در واقع داره از طریق این واقعه یعقوب یک درسی داره به ما میده و دو همسری هم همینطوره و میدانید که یعقوب نمیخواست چند همسری باشه ولی به هر جهت این براش پیش آمد این همه مشکلاتی که داشت رعوون و بین اینها بین این زنها هم که در واقع رقابت بود یکی از گناهان پسرانش هم همین بود همینه که چند همسری هم داره به ما نشون میده که درست نیست تبعیض بین فرزندان درست نیست من از پاسخ همین طورا میخوام استفاده کنم در مورد فرزندان موشه گرشون و الیازر. در مورد هر دوتاش کلمه اخاد به کار برده میشه یعنی اینکه پدر و مادر باید اگر ده فرزندم دارند در مورد هر کدامشون فکر بکنن که اون فرزند یونیکه یعنی فقط یک فرزند دارن به همین دلیل در مورد گرشوم و فرزندان حضرت موسا موسا کلیم الله کلمه اخاد در مورد هر دوشون تکرار میشه یعنی پدر و مادر در مورد فرزندان کوچکترین تبعیضی نباید قائل بشن برای هر کدامشون باید جداگانه مثل همون تیکری که از فرزند اول میکنن از فرزند دوم و سوم و چهارم هم بکنن این درسی است که تورات داره به ما میگه این اخاد رو دو بار داره تکرار میکنه و جالب هست که اخاد را هم اگر دقت بکنید از ارزش عددیش میشه 13 احوا هم یعنی 13 و این احوا همانطور که ما از شما سایل میخونیم آخرین کلمه اخاد هست روی اون دالش تاکید میکنیم این پیامی است که احوا و دوستی بین انسانها یکی از ارکان یهودیت هست و فرمان سری هم هست که هیچ کسی حق نداره کینه دیگری رو به دل بگیره این کینه داشتن یکی از گناهان هست که از خطاهای بزرگ هست که از نظر روانی هم از نظر جسمانی هم کسی که کینه کسی رو به دل داره کسی که در مورد کسی خشمگین میشه خشم و قذب هم در حکم بتپرستی است هیچ تفاوتی نیست شما وقتی عصبانی میشید یعنی بتپرستی داری میکنی یعنی وقتی که عصبانی میشی میگی حرف من درسته اون چیزی که من میگم درسته این همیشه بت پرستی اینجاست که مرز. واقعا اگر ما فرامین تورات مقدس رو به دقت با تمام وجود انجام بدیم قسمت اعظم مشکلات زندگیمون برطرف خواهد شد متشکرم مرزی. خواهش میکنم خیلی میکنم. درست میکنم یه سا... چیز داشتم میفرمایید می... باید آدم گذاشت داشته باشه و بخشش داشته باشه بعد خداوند اینجوری که من یاد گرفتم واقعا همین همینه روز کیپور ما خداوند موقعی که ما رو میبخشه گناهانمون که اول اگر بنده ها از طرف ما راضی باشن کسی رو رنج نداده باشیم بی احترامی نکرده باشیم در اون صورت بعد خدا از این گناهان ما را از این میبخشه کاملا <applause> کاملا شما درست میگید اصلا اعتقاد بر این است که واقعه ساختن گوساله طلایی که در واقع بوتی بوده برای خداوند فقط برای این بعضی از مفسرین میگن برای این در تورات مقدس آمده که نشان بده که خداوند در اون مورد بخشید یعنی بخشندگی یکی از خصوصیات خداونده و ما باید از خداوند تقلید کنیم و بخشندگی بله همونطور که شما گفتید یکی از مهمترین خصائل هست و گناهانی که ما داریم موقعی بخشیده میشه که خداوند فقط خطاهای ما در مقابل خودش رو میبخشه ولی خطاهای ما در مقابل انسانهای دیگر باید بریم تقاضای بخشش بکنیم از خود اون کسی که ما خطا کردیم بخشایش یکی از مهمترین فصول تورات هست ارکان یهودیت هست کاملا درست میفرمایید خداوند بخشنده مهربان هم مهربان هست شفقت داره یوتخه وافخه نشانه اون رعفت خداوند هست و همونطور هم میگیم رخوم و خنون رحیم و بخشنده هست بله کاملا همینطوره بخشندگی بی اندازه مهمه باز در خدمتون هستم سوالی دیگه نیست؟ بیراف میگفت مزخرف میگفت و نفرینم میکرد اون وقت بیشتر کاری میکرد که من رنج ببرم چون یه موضوع خصوصیه ولی رنج میبرد من با یکی از زن روایات صحبت کردم که باش نزدیک بودم و دوستش داشتم و درزه اونو به من راه با واسه من مثل یه روانشناس بود ازش پرسیدم من چجوری امشب برم کنیسا چجوری دعامو بکنم چجوری بتونم روی اینو ببینم وقتی که واقعا دلم نمیخواد ببخشمش خیلی اذیت کرده خیلی روحن و من منو داغون کرده گفتیش که بذار یه چیزی بهت بگم حالا انشالله انشالله این مطالبی که ما گفتیم بتونه از نظر روانی رو شما اثر داشته باشه و کاری نکنید که دوچار رنجش بشید فراموش کنید به زیاد تلقی نکنید به خودتون این سال های پیش اتفاق داد اینجوری به من جواب داد تو باید اینو ببخشید اگر نه امروز هر چقدر از خدا تقاضای بخشش کنید بخشیده نمیشه باید اول اونو ببخشید بذاری به حال خودش تا خداوند صدای دعاهای تو رو نیت پاک تو رو انجام بده منم مجبور کردم خودم که اینو نادیده بگیرم انگار هیچی بخشیدمش وقتی رفتم سر نیلا این شخص رو که بخشیده بودم دیدم خودش رفت یه مخصور برداشت تا آخر ساعت ده شب نشست وایساد یا نشست یا وایساد با همه خون صداشم در نایمد و فردا صبح اومد حالا بعدش چی کار کرد چیز خودشه ولی خدا رو شکر من خیالم راحته که بخشیدمش با بزارش کردم دیگه به خدا هر کاری میکنه یا کرده دیگه من جاجی میکنم کنم واسه دستید بسیار بسیار کار درستی کردید و واقعا یک شخص یه خانوم صداغی هستید همین ایمان. راه رو ادامه بدید مطمئن باشید که بهترین راه هست و همواره موفق خواهید شد خیلی ممنون متشکرم خواهش میکنم صحبتهای جالبی بود موفق باشید انشالله خواهش میکنم مطشکرم خواهش میکنم موفق و معید باشید هفته خوبی برای همتون آرزو میکنم تا هفته آینده آمیدن آمید. آمیدن که آمیدن در آمیدن. مقابل نظام بردگی در یهودیت من به تفصیل صحبت خواهم کرد کل هم تیهیو خدا حافظ همگی